بشم هشم نعسه و نسلی اختراسی والانو مشه مراشا قهیلت یعقوب پاراشای اقب هستیم به ازرت تشمید بارخ سر براخای خمیشی فصل ده پاسوق دوازده تورا میفرماید و حتی اسرائیل ما ادونای الوه خاشو علم ایماختیم لئیرائت ادونای الوه خواب لالخت بخول دراخاب اول احوات و ولعود تدونای الهه به خل لباب خل نفشه خواب, نفش خواب. پاسخ می به حالا اسرائیل خداوند از تو چه می خواهد؟ مگر اینکه به ترسی از خداوند خالقت بروی در تمام راههایش دوست بداری او رو عبادت کنی خداوند خالقت رو با تمام قلبت و با تمام جانت حالا برای خیلی مقادش مطلبی که اینجا مورد نظر دارن این هست که یه مقدمه خدمتون ارز کنم میفرماید چرا گفته و آیا فقط حالا خداوند از تو این رو میخواد که میگه حالا خدا ازت این رو میخواد فقط الان و دیگه سوال دیگری که مطرح اینه که در ابتدای صحبتش میفرماید که خداوند از تو نمیخواد مگر اینکه ازش بترسی یعنی یه چیزی میخواد فقط به ترسی ولی ادامه پاسخ فورا میفرماید لالخت به خلد خواب در تمام راههایش بری او را دوست داشته باشید بنابراین اینجا دو تا ایراد وارد هست که آراب را خیم مقادش میخوان بهش جواب بدن کبانا از زه منظور پاسخ به این طریق لفیش شته ادراگوت شخافه سشمی اسرائیل هست دو دوتا درجه وجود داره که خداوند از جامعه اسرائیل میخواد که اونها رو انجام بدن وهم ظلم علامیزه و یکی از دیگری بالاتر هست آی خادی ای ایران یکیش ترسه اولمالامی منو احوا و بالاتر از اون عشق به خدا و دوست داشتن خداست با و آملائم و مشرب به اونو به اونها میگه شه اینو موقش مهم کی ایم که خداوند از شما نمیخواد مگر اون درجه پایین تر که ترسه به تعمد آوار چرا؟ به تعمد آوار هو دلیل اینکه خداوند میگه من ترس رو از شما میخوام اینه که لفی شعیر آ که و تخم لالخت به خل چون که ترس از خدا به تنهایی میتونه شما رو باعث بشه که برید در تمام راه های خدا کس که حیاره زیرا کسی که میترسه از خدا لو یخدل میئر آتو یعنی جدا نمیشه و خودداری نمیشه از ترسی که داره این ترس همیشه باهاش هست و به خاطر این ترسی که داره تمام میسوت رو انجام میده افیلو به اختم الف شعالاب لرسود حتی یکی از هزار وظیفه که بر اخدش هست اون رو باطل میکنه و از دست نمیده ولو زو بیلواد مگیاتو ترس فقط به این مرحله نمیرسونتش الا اود بازم باعث میشه که ل احوا اول احوا یعنی خدا رو هم دوست بداره این نه تنها ترس از خدا باعث میشه که انسان همه میسبوت هشم رو انجام بده بلکه او رو به مرحله بالاتر هم رهنمون میشه که عشق و دوست داشتن خداست اره شعیرهای پتخ دیکانست لشهر ها اوا. یعنی ترس دروازه است برای ورود به اون درب محبت بلازه که شعه و به خاطر همین موقع که پاسخو گفته شوئل کیم لایرا خدا از تو میخواد مگر اینکه بترس یعنی فقط میخواد که بترسی دقت کرده و گفته حالا یعنی چی زیرا اون چیزی که خدا ازت میخواد تنها یه چیز ترسیدنه ولی اون رو فقط حالا ازت میخواد بیزمن ازت در این زمان شتابالیسا اول الهوت فقط حالا که میخوای بیای یوغشم رو به گردن بگیری خدا ازت یه چیزی میخواد فقط حالا ولی انز تخلیف ولی این هدف و نهایت نیست معش خافس می منول چیزی که خدا ازت میخواد که انجام بدی الازه یا امیدن و به گدر آهوا بلکه این ترس باعث میشه که تو به دایره محبت هم و عشق به خدا برسی اینجا ما دو تا سوال پرسیدیم یکی این که چرا گفته و حالا دومی که میفهماد من فقط ازت میخوام بترسی ولی بعد رفتن در راه خدا و نگهداری دستوراتش هم میفرماد در جواب برابر خیم مقاداش به ما توضیح میدن که منظور پاسخ اینه که ما دوتا درجه داریم یکی درجه ترس که پایینتره و درجه احوا که بالاتره میگه ببین تو اگر بترسی هیچ گناهی انجام نمیده چون میترسی این ترس تو همیشه باخو با توست و از گناه دور میشی ولی الانه که من میخوام تو بترسی ولی بعدا میخوام یه کار دیگه بکنی که اهوای پس بنابراین ترسیدن از خدا نه تنها باعث میشه که انسان از خود از گناه دور بشه بلکه این ترسیدن باعث میشه که به یک مقام بالاتری برسه که اون دوست داشتن پس جواب سوال ما رو میده اینجا و حالا حالا من از تو میخوام بترسی ولی بعدا میخوام که به عشق هم به مرحله بالاتر هم راه پیدا کنی و اینکه تو میترسی باعث میشه که لال خد بخور همه راه خدا رو بری و انجام بدی هیچ گناهی هم نکنی اول درغزه ایتیشه المعمار ما کی ایم؟ اینجا به همین طریق جواب ایراد رو میده که گفته خود از تو چی میخواد مگر که ازش بترسی یه جوری داره این پاسخ رو برای ما تراتن دوشا میفرماد که داره پایین میاره کوچیک میکنه کم میکنه ساده و آسون میکنه خصلت ترسیدن از خدا رو که ولی واقعا اینجوری نیست ترسیدن از خدا کار آسونی نیست زحمت میخواد کار میخواد آموزش میخواد برخت آهوا آه شی داوار ام قوه میگه ببین اینجا در مقابل اون عشق و دوست داشتن خدا که تو باید بعدن بهش برسی این ترس چیز کمیه چیز آسونیه نسبت به اهوا که پله بعدیه این پله پله آسون نیست و پله ساده از خود از تو چی میخواد مگر که ازش به ترسی چی سختی نیست در مقابل اون اهوایی که بعدش لازمه تو بهش برسی تیره ایرا میلتا زوتراتی یعنی ترس یک خصلت کوچیکیه نسبت به اون عشق و محبتی که باید به خدا داشته باشه که اون بزرگ و مهمه و سخته و گمارا چه رو و در گمارای برا خود دیمل و مگیلای کافه همو ایراد میگیره برای پاسخ که ایمله خود از این میخواد مگر ای که به ترس اتو ایرا میلتا از دو تارتی آیا ترس یک موضوع کوچیکیه که اینجوری داره پاسخ به ما صحبت میکنه حکواناهی که برخ مسیگه ها منظور از گمارا در این ایرادینه که چون که اونهایی که میخوان برسن به خصلت ترس این خسلت بزرگیه گدولایی لو قطنا کوچیک خونده نمیشه اگم همچنین که نسبت به اون اهوایی که بعد از اوه ل ها این ترس پایینتره آسونتره راحتتره ولی خب در حال نمیتونیم بگیم ترس از خدا چیز کوچیکیه و درسته نسبت به اهوا آسونتره ولی بازم کار کوچیکی نیست و گمارا جواب میده به ترس گبه مشه و خولی یعنی مشه ربنون نسبت به خودشون دارن میگن که ترس چیز سختی نیست چون مشه ربنون خودشون شما شمایی زیادی داشتن یعنی میگن که خودت چیزی نمیخوام که ازش بترسی چون برای خود مشه ربنون که گوینده این مطلبه حرف آسون و ساده است یشنا به گه درقاتان در دایره آسونی و سل هست ولی کلا برای مردم عادی این سخته و مشکل هست قسمت دوم رو خدمت سروران عرض میکنیم به یک نحو این پاسخ گفته شده که خود از چی میخواد مگر اینکه ازش بترسی یه جوری داره این پاسخ رو صحبت میکنه که مثل که ترس یه چیز کوچیکیه و چیز ساده و آسونیه در حالی که ما میبینیم چیز ساده ای نیست ترسیدن از خدا یه کار بزرگیه یه ما را روش بحث میکنه میگه آیا مطلب کوچیکی است که مشرب بنو جور داره صحبت میکنه و منظور گمارا این نیست که بخواد بگه نسبت به اهوا چیز کوچیکیه و منظور گمارا این هست که برای اونهایی که رسیدن به درجه ترس از خدا خیلی زحمت کشیدن این کار بزرگی بوده و کوچیک نیست و درسته که در کنار اهوا اون کمرنگه و آسونتره ولی اساسا کار کوچیکی نیست پس چرا تو را اومده این طور صحبت کرده خود از تو چی میخواد ازش به ترسی جوری حرف زده که مثل که خیلی آسونه در جواب میفرماید که در ارتباط با مشرب بنو صحبت میکنه چون داره با خودش میسنجه مشرب بنو که برای مشرب که در یک عظمت و مقام والایی قرار دارن این مسئله یه ترس یه کار سختی نیست و نزد مشرب بنو آسونه و ساده است ولی در واقع برای اکثریت مردم کار میبره زحمت میبره و باید کوشش کنن تا به, اون برستن امیدواریم که کمک کنه که هم ما به ایراد شمعیم واقعی برسی و هم به احوت شمعیم به زخوت حالا برخهی مقادوش